سلام بچه ها، خوبی؟ سالتون مبارک باشه. انشاءالله که سال خوبی داشته باشین، رواتون همیشه بخنده، کنکورتون رو خوب بدین، امسال سالی باشه که قله پرتاب باشه، نقطه عطف زندگیتون باشه، همجی به این بالا. اوضاع خوبه؟ چه خبر؟ همه چی اوکیه؟ خب بچه ها، ما برای این دو جلسه بکنم با هم دیگه داریم، درسته؟ این دو جلسه ای که با هم دیگه داریم سعی کردم که مطالبی رو با هم دیگه کار کنیم و بیارم تستاشو که تو کنکور میدونیم مطمئنن از اینا سوال میاد. خب من اول درسنامه‌شون رو میگم به صورت خلاصه وار، نکاتی که شما باید بلد باشین واسه حل تستا رو میگم، بعد بریم سراغ حلشون که شما بیشتر تکنیک تستنی رو یاد بگیرید. دیگه فکر کنم تا الان مفاهیم رو حداقل تا الان یاد گرفتین دیگه و مشکل خاصی تو مفاهیم اولیه ریاضی نداشته باشید. اوکی بچه ها، من از وارون تابع و ترکیب توابع میخوام شروع کنم. اول بریم سراغ ترکیب. آقای سراغ ترکیب توابع. اول من یه سری درسنامه عادیشو میگم بعد این سراغ تست. بچه ها نگاه کنید، ترکیب توابع اینجوریه. مثل این فرض کنید این شما این، خب میرید داخل اتاقتون، درسته؟ خب از کسی اجازه میگیرید نمیگیرید که مستقیم میرید تو اتاقتون دیگه، خیلی راحت. اما این موقع است شما میخواید برید میشه جا رئیسی دارین، میشه رئیس اداره مثلا، سرتو نمیرسی پایین بری که، درسته؟ تو اول باید بری میشه رئیس دفترش، میشه منشیش، اگر اجازه داد و کارت در راستای اون بود میگه حالا بیا برو تو F، درسته؟ در این صورت X بره تو G میشه JX، JX بره تو F میشه FJX. این FJX رو برای اینکه نشون بدیم میتونیم اینجوری هم نشون بدیم، FOJX. میگن تابع ترکیب، یعنی میگه آقا X ها اول برن توی G، جواب این بره توی F. این منظورش اینه، این کل ترکیب توابع همین. حالا سه نوع سوال ازش میاد، یا به شما F و G رو میدن تابع ترکیب رو میخوان، یا F و G یا G و F، یا به شما F و G و F رو میدن G رو میخوان، یعنی تابع داخلیه. یه موقع است به شما F و G رو میدن، G رو میدن و F رو میخوان، یعنی تابع بیرونیه. لازم این سه نوع سوال رو شما تو این دارید. خب بچه ها نها کنید، مورد اول و مورد آخر رو و مورد آخر رو ما میتونیم با استفاده از گزینه‌هایی که تو سوال داده حل کنیم، اما مورد دوم رو نمیتونیم این کارو بکنیم. حواست باشه مورد دوم رو حتما باید چیکار کنیم؟ مثلا تشریح حلش کنیم. یعنی ما مورد اول و تیپ اول و تیپ سوم رو میتونیم با گزینه‌هایی که داخل سوال داده حل کنیم و نیاز به اعمال مثلا عجیب غریبی نیست، اما مورد دوم رو باید به صورت تشریح حلش کنیم. اوکی حالا میتونیم سوالا میگیم آقا این تابع ترکیب. تابع ترکیب هم یه سری دامنه داره بچه ها، دی اف او جی ایکس مثلا. خب طبق تعریف دیگه آقا ایکس ها قرار بود برن تو جی دیگه، درسته؟ پس ایکس عضو دامنه جی، به طوری که برای آقا جوابش بگه نباید بره تو اف، پس جی ایکس باید عضو دامنه چی باشه؟ اف باشه. اینم به معنی چیه؟ اینم به معنی اشتراک. یعنی شما میایید دامنه جی رو به دست میارید و جی ایکس رو تو دامنه اف به دست میارید، با هم دیگه اشتراک میگیرید. خب این از تابع ترکیب. ما تابع ترکیب دیگه کاری نداریم، درسنامه اولیه‌اش. بریم تابع وارون. آقا تابع وارون چی میگه؟
تابع وارون داستانش اینه، میگه آقا اولین شرط، شرط وارون پذیری. شرط وارون پذیری چیه؟ بچه شرط وارون پذیری اینه که یک به یک باشه. آقا یک به یک بودن چیه؟ یک به یک بودن یعنی به ازای ایکس های مختلف ایگرگ منحصر به فرد داشته باشه. آقا یکم دیگه میگی، یکم دیگه خلاصه تر میگی، آقا اگر ایکس هاش متعاوت بوده ایگرگ هاش هم متعاوت باشه، ایگرگ هاش با هم برابرن، دو تا ایکس متعاوت ایگرگ یکسان به شما نده. این میشه یک به یک بوده. آقا مثل چی؟ از این نمودار مثلا بخوام بفهمم، این الان یه تابع یک به یک. چرا؟ چون هر جا از ایکس ها یه ایگرگ منحصر به فرد داره، ایگرگ تکراری نداره. اگر موازی محور ایکس ها خط رسم کنی فقط توی یه نقطه داره قطع میکنه. حالا فکر کنید سهمی، ببین به ازای ایکس های مختلف دو تا ایگرگ یکسان داره، پس این یک به یک نیست. این هم از حالا آقا تابع وارون نسبت به چی وارونه؟ تابع وارون نسبت به خط ایگرگ مساوی ایکسه. آقا پس قرینه تابع نسبت به خط ایگرگ مساوی با ایکس، یعنی حتی اگه داخل سوال به شما نگفت تابع وارون، گفت قرینه نسبت به این خط، منظورش تابع وارونه. اوکی؟ خب این هم از این. آقا چجوری باید حلش کنیم؟ دو نوع حل داره. حل اول اینکه آقا با مفهوم تابع وارون اگر من به F یک مقداری بدم، یک مقداری بده، یعنی A بدم B بده، F وارون چون قرینه شده نسبت به خط Y مساوی X، B بدیم باید A بده، یعنی دقیقا جای X Yش عوض میشه. درسته؟ روش دوم روش تشریحی است که شما مرحله اول به جای F X چی میذاری؟ Y. محله دوم x را بر حسب y می نویسی. محله سوم جای x f وارون x و جای y x می زنی. تموم شد. آقا این مثال واسه این می زنی، نگاه کن f x x به علاوه 2 بر روی 3. خب چی میگم؟ میگم این y x به علاوه 2 بر روی 3، x رو تنها کنم، چه 3 y منهای 2 شده x، حالا جای x ها میذارم f وارون و جای این y میذارم x و میگم آقا f وارون x میشه 3 x منهای 2. حل؟ نه چیزی رو از دست ندید، دوباره تو سوال مرور میشه. بچه‌ها مشکلی نیست؟ یه نگاه کلی بکنید. با همین نکات بچه‌ها میخوام بهم تستا رو بزنم. با همین نکات میخوام بهم تستا رو بزنم. یه چیزی هم فقط من بگم. آقا به F A بدیم B بده، به F وارون B بدیم A بده، قبول داری که اینا جای دامنه و بردش عوض شده؟ پس دامنه F میشه برد تابع وارون و برد تابع F میشه دامنه تابع وارون. اینم خیلی کمک میکنه. آقا کجا کمک میکنه؟ موقعی که شما از روش اول دارین میرین و دو تا گزینه شبیه هم میاد، اون موقع دیگه باید از این استفاده کنی. چرا؟ چون دامنه تابع وارون هم مهم، چون جای x و y داره عوض میشه، پس دامنه و بردم جاشون عوض میشه اینجا تو تابع اصلی و تابع وارون. خب بریم آقا، بریم واسه حل سوال. سوال اول ببین، خیلی سوال بالی، سرسری 94
خیلی سوال خوبیه. یعنی ببین چند تا نکته رو با هم دیگه داره. یعنی تو اگه فقط یکیشو برنده نباشی سوال نمیتونی حل کنی. چی میگه؟ میگه تابه با ضابطه ایشون در یک باز نزولی از ضابطه معکوس آن در این بازه کنه. اول اینکه بچه‌ها وقتی میگه در یک باز نزولیه، شما باید اون بازه رو پیدا کنید. چرا؟ چون تو اون بازه معکوسش رو میخواد و چون به شما دامنه تابع وارون هم داخل گزینه‌ها داره، پس اون بازه قطعاً برای ما اهمیت داره. ما اول باید بفهمیم در کدوم بازه نزولیه. آقا نزولی بودنش یعنی چی؟ یعنی اگر ایکس ها زیاد بشن ایگرگ ما کم بشه دیگه، درسته؟ این میشه نزولی بودن. حالا از کجا پیدا کنیم؟ آقا نگید آقا الان بعد مثلا بحث تابع است، بحث مشتق مثلا تو کاربرد مشتق هم مثلا از این سعودی نزولیا بود و اینا. نه، اونجایی که میتونی شکل بکشی شکل بکش. شکل بکش با شکل نشون بده. خب آقا من میام شکل اینو اول بکشیم. fx قدر مطلقیه، درسته؟ من بیام آقا این قدر مطلقش رو حذف کنم. آقا قدر مطلقش رو چجوری حذف کنم؟ تو ریشه قدر مطلق. آقا ریشه قدر مطلق چنده؟ دو دیگه، دو رو x بذاری دو منهای دو میشه صفر. پس آقا من یک بار میام x های بزرگتر از دو رو میذارم، یک بارم میام x های کوچیکتر از دو رو میذارم. همیشه 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 قدر مطلق دیدی، خواستی نمودار بگیری ریشه‌شو پیدا کن، یک بار بزرگتر از اون عدد، یک بار کوچیکتر از اون عدد. حله؟ خب آقا بزرگتر از دو باشه اینجا مثلا سه مثلا چهار، قبول داری داخل قدر مطلق مثبته؟ مثبت دیگه. خب از خودش میاد بیرون دیگه، میشه x منهای 2 در x زد بشه میشه x2 منهای 2x. x های کوچیکتر از 2، آقا x یک مثل صفر قبوله، این داخل منفیه، قرینش میاد بیرون دیگه، میشه منفی x2 به علاوه 2x. حل. حالا ببین سراغ نمودارش. آقا نمودار رو ببین رسم. کسی با این ضابط ها مشکل نداره؟ کسی با این ضوابط مشکل نداره؟ خب آقا نگاه کن، من به این دو بدم، دو به توان دو چهار، منهای دو ضرب در دو باز چهار، چهار منه چهار صفر دیگه، تو نقطه دو پس صفر، تو نقطه سه، سه به توان دو نو، دو ستا میشه شیش، تا نوه منهای شیش چند میشه؟ نوه منهای شیش میشه سه. از تو نقطه سه چند سه؟ یک، دو، سه. تو چهار، چهار به توان دو شونزده، منهای هشت میشه هشت، بس اون هشت هست این بالاست. آیا میخوایم رسم کنیم این شکلیه دیگه؟ جی میره بالا، مثال سهمی میره بالا، درسته؟ اینجا هم بهش دو بدیم میشه صفر، یک بدیم میشه یک، صفر هم بدیم میشه صفر، چون منفی ضریب x2 دهانش رو به پایینه به این شکل. خب بچه ها کجا این نمودار نزولیه؟ آقا نگاه کن، از منفی بی‌نهایت تا یک که داره y زیاد میشه، x زیاد میشه، y هم زیاد میشه. ببین از یک تا دو ایکس داره زیاد میشه ولی ایگرگ داره کم میشه، داره میاد پایین. از دو بعد هم که ایکس زیاد بشه ایگرگ داره زیاد میشه دیگه. پس آقا بازه ای که نزولیه چه بازه ایه؟ یک و دو، قبوله؟ یک تا دو نزولی. پس این میشه دامنه تابع اصلی، درسته؟ خب حالا بیا اینجا آقا، الان شما بین این دوتا یه عددی انتخاب کن تو این بازه، تو این بازه یه عددی انتخاب کن. آقا مثلا یک و نیم خوبه، ایکس رو بدیم یک و نیم، یا همون سه دوم. خب من به تابع اصلی سه دوم بدم میشه یک و نیم منهای دو، میشه منفی نیم، یعنی منفی یک دوم، از قدر مطلق بیاد بیرون میشه یک دوم، یک دوم ضرب در سه دوم میشه سه چهارم. پس آقا من سه دوم بدم میشه سه چهار، قبوله؟ پس به تابع وارونم اگر سه چهار روم بدم باید به این بده سه دوم، درسته؟ بیاییم چک کنیم. آقا سه چهار روم به این بدیم، یکی به علاوه سه چهار روم میشه چهار چهار، میشه رادیکال هفت چهار روم دیگه، اصلا این رادیکال هفت چهار روم به سه دوم نمیرسه، بس یک غلطه. دو رو ببین، سه چهار روم میشه یکی منهای سه چهار، چهار چهار منهای سه چهار میشه یک چهار،
رادیکال یک چهارم میشه یک دوم، یک منا یک دوم میشه یک دوم، ولی این چنده؟ سه دوم. اینم غلطه. آقا بس یا این درسته یا این درسته دیگه. خب بیایم اینجا. آقا یک منای سه چهارم میشه یک چهارم. رادیکال یک چهارم میشه یک دوم. یک به علاوه یک دوم میشه سه دوم. بله این میتونه درست باشه. اما گزینه چهارم بیا بررسی کن. راگو اینم یک منای سه چهارم میشه یک چهارم. رادیکال یک چهارم یک دوم. یک منای یک دوم یک دوم. بس اینم غلطه. پس جواب میشه گزینه سه. یه سراسری 94 خیلی سوالش قشنگ بود. سوال دارید بپرسید. محشید کدوم قسمتو؟ هر کس سوال داره بپرسه. خب مثل اینکه سوالی نیست. بریم سوال دوم. خب سراسری 96 میگه آقا fx اینه gx اینه دامنه تعریف تابع g و f. آقا طبق تعریف بخوایم بریم باید اینو به صورت تشریح کنیم دیگه، بگیم آقا چون x ها دارن میرن تو f، x باید عضو دامنه f باشه به طوری که fx عضو دامنه چی باشه؟ g باشه. به ما اینکه اینجوری حل نمی کنیم که شده دامنه کدومه به ما بازه داده، کارمون راحت. خب آقا چیکار کنیم؟ آقا یه x ها نباید برن تو f، x ها باید برن تو f دیگه. خب یه دونه x اینجا انتخاب کنیم که تو یه گزینه باشه تو گزینه دیگه نباشه. آقا مثلا نگاه کنید، این میگه دو هست، این میگه دو نیست، این میگه دو نیست، اینم میگه دو نیست. بیایم دو رو چک کنیم دیگه. آقا دو رو بدیم به اف ایکس، یعنی اف دو رو بیایم حساب کنیم میشه چی؟ یک به علاوه دو به توان دو چهار میشه پنج، یک منه چهار میشه منفی سه. پس آقا میشه منفی پنج سوم. حالا این اف دوه باید جوابش که منفی پنج سومه باید بره تو جی، بره تو جی میشه منفی پنج سوم منهای منفی پنج سوم به توان دو. قبول داری این منفی، اینم منفی، زیر رادیکال میشه منفی. خب آره دیگه، زیر رادیکال با فرجه زوج که نباید منفی باشه که، بس این غلطه. آی غلطه، گزینه چهار غلطه. پس میونه سه دو یک. آقا این میگه که منفی یک دوم هست، اینا میگن منفی یک دوم نیست. قبوله؟ آقا منفی یک دوم بذارم جای اف ایکس، میشه یک به علاوه یک چهارم میشه پنج چهارم، یک منهای یک چهارم میشه سه چهارم، اینا برن میشه پنج سوم. آقا پنج سوم باید بره توی جی، پنج سوم منهای پنج سوم به توان دو. آقا پنج سوم قبولی بزرگتر از یکه، پس توان دوش از خودش بزرگتره دیگه، و چون علامتش منفیه زیر رادیکال جی منفی میشه. پس آقا منفی یک دوم هم غلطه. چرا؟ چون زیر رادیکال دو با فرجه زوج منفی میکنه. گزینه یک و دو. بچه‌ها اینجا میگه یک دوم، اینجا اینجا میگه یک دوم نیست. بریم یک دوم بذاریم. آقا یک به علاوه یک چهارم میشه پنج چهارم، یک منهای یک چهارم میشه سه چهارم. درسته؟ این با این بره باز میشه پنج سوم. و بازم همین میشه. بازم گزینه یک غلطه. آیا غلطه؟ جواب میشه گزینه چند؟ اینم سراسری 96. کسی سوال داره بپرسه. کیمیا مهم نیست اصلا باشه یا نباشه، با توجه به صورت سوال و گزینه ها میگه یک و دو جزء دامنه نیست چون اونا مساوی نداره. بریم سوال بعدی. سراسری 97. آقا چی میگه؟ میگه اگر f 2x منهای 3 بشه 4x تو منهای 14x به علاوه 13 ضابطه fx کدومه؟ بچه های خوب دقت کنید، این تابع ترکیبه، این همون f و g از تابع بیرونیه رو ازت میخواد. درسته؟ خب آقا
f 2x منهای 3 میشه 4x دو منهای 14x برمیست. بچه من اول یه راهی تشریحش میرم شما ببینید که تو امتحان نهاییتون هم میاد به درتون میخوره. آقا زمانی که f x رو خواست شما جای این t قرار میدید، میگید آقا 2x منهای 3 شده t، پس 2x من میشه t به علاوه 3، پس x من میشه t به علاوه 3 دوم. درسته؟ یعنی شما به جای این عبارت t گذاشتین، جای تمامی x ها با t به علاوه 3 دوم بذارید. قبوله؟ خب آقای میشه 4 تا تی دو به علاوه 6 تی به علاوه 9 دوم منهای 7 تا تی منهای 21 به علاوه 13. درسته؟ خب این 4 تقسیم بر 2 میشه 2، کلا میشه 2 تا تی دو به علاوه 12 تی به علاوه 18 منهای 7 تا تی منهای 21 به علاوه 13. آقا ساده شدهش اینجا بنویسیم، 2 تا تی 2 به علاوه 12 تی منهای 7 میشه 5 تی. درسته؟ از این برم 18 به علاوه 13 میشه 31 منهای 21 میشه 11. این چی شده بچه ها؟ درسته دیگه، این الان اف تی شماست. درسته؟ آقا این داخل گزینه ها نیست چیکار کنیم؟ اونا رو خودم گذاشتم دیگه. بایستا اینا رو میگی، اینا رو خودم گذاشتم، گفتم مثلا این دو داره تو بازش، این منفی یک تا یک منفی یک دوم داخلش هست، این مثلا صفر تا یک یک دوم داخلش هست. گرفتین؟ آقا تی اونا رو ایکس کنیم، میگم این اصلا داخل گزینه ها نیست، این اصلا داخل این گزینه ها نیست. درسته؟ چیکارش کنیم؟ پرانتز کنار 4. آره میتونه، آره اجازه اشتباه کرد، وایست این به توان 2 این میشه 4، این دوهاش از بین میره. این همون 6 تی میشه، این همون 9 میشه. الان درست شد، ولی خب راه حل دیگه هم داشت، هر الان بهتون توضیح میدم که چی شد. سیزده اونو هم که میشه 22 این میشه به علاوه 1. درسته؟ جواب میشه گزینه 4. بچه این توان 2 که اینجا بود دوره به توان 2 نرسونده بود، جواب میشه گزینه 4. اما مرسی بگم تو سوالا پیش میاد خب که ضابطه‌ای که اینجا به دست میارید با ضابطه‌ای که داخل سوال هست فرق کنه. تو سوال براتون پیش میاد ضابطه‌ای که اینجا به دست میارید با این ضابطه اینجا فرق کنه، اون موقع چیکار باید کرد؟ اون موقع باید چیکار کرد؟ اون موقع شما بچه‌ها باید یه عددی به این بدید
یه عددی هم به اینا بدید، بعد ببینید کدوم با کدوم برابر. خب برای اینکه ما از این معضل جلوگیری کنیم، من راه حل تستی بهتون میگم. شما داخل کنکورتون از این راه نمیدید، اینو فقط برای امتحان نهایی میدید. پس آقای چی شد؟ اینی که کلا نوشتم اینجا حل خب آقا تستا چیکار میکنی؟ آقا واسه تستا میگیم آقا ما یک عددی به این x میدیم. چه عددی به x بدیم؟ هر عددی که دوست داشتی. آقا الان چه عددی به x بدم؟ یکیتون بگید. مثلا 2 بدیم باشه. آقا به x بدیم 2. 2 دو تا 4 تا 4 منهای 3 میشه 1. به اینم به این برم به x ها باید 2 بدیم. میشه 16 منهای 28 به علاوه 13. 16 و 13 میشن 29. 29 منهای 28 میشه 1. بس آقا قبول داری f1 شده 1. f1 شده 1 دیگه، درسته؟ خب الان من بیام به x ها 1 بدم ببینم کدوم جوابش 1. به این 1 بدم به علاوه 3 منهای 1 که جواب 3 غلطه. به این بدم میشه 1 منهای 1 منهای 2 جواب باز منهای 2. به این بدم میشه 1 به علاوه 1 منهای 2 جواب 0. اینم غلطه. و در آخر به این 1 بدم 1 منهای 1 به علاوه 1 جواب 1. از جواب میشه همون گزینه 4. حل هر ایکسی که دوست داشتین رو به این میرید، به این برم میرید، در جوابی که رست آوردین رو تو این گزینه ها چک میکنید. حل جواب توی گزینه ها نباشه و چک کنی میشه. شما قراره تستی برید دیگه، تستی برید مشکلی نیست. هر عددی بدی جواب نهایی درست در میاد. اگه جواب تو دوتا گزینه بود یه عدد دیگه باید چک کنی. سراسری 91 بچا این کنکور خودم سوال اومده، این کنکور سال من سوال اومده. ضابطه وارون تابعی این کدومه؟ خب خوب دقت کن. اف ایکس ما هست x یکی به علاوه قدر مطلق x. گفته ضابطه وارونش چیه؟ خب آقا بریم سراغ یه سوال. آقا من به f یه عدد دلخواه میخوام بدم، چون ما عدد که نهده که، یه عدد دلخواه میخوام بدم. آقا به x میدم 0، جواب چنده؟ 0. پس به f وارون 0 بدم باید بهم 0 بده. قبول داری؟ قبوله؟ برعکسش دیگه. آقا من که به گزینه 2 4 0 نمیتونم بدم. چرا؟ چون مخرجم 0 میشه و قابل قبول نیست. پس 2 4 غلط میمونه، 1 و 3، درسته؟ آقا به این صفر بدم میشه صفر، به این صفر بدم هم میشه چی؟ صفر، درسته؟ اما کدوم درسته؟ یک درسته یا سه؟ یک درسته. چرا؟ چون شما قدر مطلق ایکست کوچیکتر از یکه، بس ایکس بین یک و منفی یکه، ولی این ایکس بزرگتر از یک و کوچیکتر از منفی کدوم یکی؟ صفر رو شامل میشه گزینه یک دیگه، گزینه سه که صفر رو شامل نمیشه، پس جواب میشه گزینه یک. حل مشکلی نیست؟ باشم دامنه رو داده دیگه. خب سوال 5 سراسری 98 اینو شما حل کنید بعد من حل کنم. اینو اول شما حل کنید.
ایراد نه. حل کنم من خب بیان اینجا آقا چی میگه؟ میگه اگر x ها بزرگتر مساوی یک باشن تو f x x دو منهای دو x منهای سه نمودارهای دو تابع f بارون و g x با کدام طول متقاطع هستن؟ آقا یعنی چی؟ یعنی میگه آقا g x مساویه f بارون x اینا توی x با هم دیگه برابره، اون x چنده؟ درسته؟ آقا اولین چیز راه حل عادی اینه که شما بیاید وارون این رو به دست بیارید برابر با این بگید معادله حل کنید، درسته؟ خب راه حل سریع تر چیه؟ میگه آقا شما یکی از این گزینه ها بر حال جواب دیگه، بیاید مثلا ژ 12 رو حساب کنید برابر اف وارون 12 بذارید، آیا مقدارش یکی در میاد؟ بیاد درسته. ژ ایکس ما چیه؟ ایکس منهای 9 تقسیم بر 2، اف وارون یه عددی هم هست میخوام به دست بیارین x رو دیگه. خوب دقت کن، خوب دقت کن آقا. یه چیزی من بهتره گزینه ای رو اینجا انتخاب کنم که این تقسیم بر دو جواب رنده بده، درسته؟ مثلا چی؟ مثلا 15. آقا مثلا به x بدم 15، 15 منهای اینو میشه 6، 6 تقسیم بر دو میشه 3. یعنی آقا الان من به f وارون 15 بدم باید جوابم 3 باشه. اگه بود که اوکی، اگه نبود بس غلطه. آقا به اف وارون، من تابع اف وارون دارم یا اف دارم؟ تابع اف دارم دیگه. پس به جای این که بگم به اف وارون 15 میدم ببینم 3 میده یا نه، میگم به اف 3 میدم ببینم جوابش 15 میشه یا نه، درسته؟ جای ایکس و ایگرگ عوض میشه دیگه. خب به اف 3 بدین، 3 به توان دو 9، 9 منهای 6 میشه 3، 3 منهای 3 میشه 3، واقعا این جوابش شد 0، 15 نشد که. پس f وارون 15 هیچ وقت 3 نمیشه. پس آقا این گزینه کنسله، این گزینه مقدارهای برابر بهم نمیده. خب بریم گزینه بعدی. آقا x منهای 9 تقسیم بر 2 برابر بشه با f وارون x. آقا دیگه کدوم گزینه اینو اینجوری کسری نمی کنه، عدد صحیح میده 21. 21 که منهای 9 چند میشه؟ میشه 12، 12 تقسیم بر 2 میشه 6. این 21 جواب شده 6. پس آقا به این 21 بدم باید 6 بشه. پس میگیم به f 6 بدم باید 21 بشه دیگه. خب بیایم چک کنیم، به f 6 بدیم ببینیم 21 میشه. 6 به توان 36. 36 منهای 3 میشه 33، 2 تا 12 تا منفی هم داره. 33 منهای 12 میشه 21 دیگه. پس این درسته آقا. پس تو به f وارون 21 بدی جواب 6، به اینم که 21 دادی جواب 6. پس تو همین نقطه متقاطعن، جواب میشه گزینه 4. حل بریم بعدی. خارج 98 حل کنیم ببینم. نه دیگه، تو یه گزینه متقاطعن دیگه، دوتا که نمیشه که. اگه دوتا باشه که سوال غلطه، یا اگر هست داخل گزینه ها نیست.
خب بچه ها نها کنید، میگه اگر fx این باشه jx چی باشه مقدار میکنه. باشه یه نکته من اول بگم بچه ها، f وارون o و j وارون x این نیستا، این غلط. اف وارون او ج وارون ایکس اف او ج وارون ایکس نیست. چیه بس؟ اینه ج او اف وارون ایکسه. یعنی شما اگر میخوای این رو به دست بیاری میتونی ج او اف رو به دست بیاری بعد وارونش کنی، اف او ج رو به دست نری وارونش کنی، بس اون غلطه، این درست. یعنی هر چی که کلش وارون باشه، حالا این برعکس نوشته میشه، میشه اف وارون او ج وارون. حل این از نکته اول این سوال، ولی ما که نمیخوایم اینجوری حل کنیم، فقط گفتم در جریان باشید. خب این از مورد بعد. آقا الان برای 8 میره تو اف وارون دیگه، درسته؟ من که اف وارون ندارم. یا تو میتونی اف وارون رو به دست بیاری بعد جاش 8 بذاری، یا میتونی بگی به جای اینکه به اف وارون 8 بدیم به ما چند میده، به اف چی بدیم؟ به ما 8 بده. از 8 تو مساوی چی بذارم؟ 2/5 x منهای 4 بیاد این بر میشه 12 مساوی با 2x 50. این به خودش یه مرتبه، 6 مرتبه، بس x ما شده 30. آقا x بشه 30، بس y f وارون میشه 30 دیگه، بس اینجا شده 30. حالا 30 بره توی ج وارون. آقا دوباره ج وارون ندارم، یا میتونی حساب کنی که حساب کردن این کار سختیه، یا بگیم آقا به ج چی بدم؟ به من 30 بده. آقا به ج چی بدیم؟ به ما 30 بده. 3 دیگه، 3 به توان 3 27 با 3 میشه 30 دیگه. پس جواب آخر ما چند شد؟ 3. میشه گزینه چند؟ 4. آفرین بهتون. باریکلا. مثلا سوال کردن، این سوالای سختی نیستن. شما با یه سری اطلاعات اولیه میتونید جواب بدین واقعا. فقط دارم میخوام اینو براتون آوردن که بدین سوالای سختی نیستن و شما با داشتن تمرین، داشتن مهارت خاص، داشتن سرعت لازم میتونی تستا رو بزن و از روشون سریع رد شی. مثلا ریاضی اصلا زدنش چیز عجیب غریبی نیست. کنگور درسته، کنگور 1400 اذیت کرد، ولی کنگور 1400 هم 50% میشه زد. خب سوال هفته حل کنید، سراسری 95. خب محل کنم، نگاه کن، اول نموده رو بکش دیگه، خیلی اصلا کار نگرم. اول نموده رو بکش. آقا نموده رو چیلی بکشم؟ ضابطه مشخص کن. اف ایکس داری، قدر مطلقیه یک بار ایکس های بزرگتر مساوی صفر، یک بار ایکس های کوچکتر از صفر، چون ریشه داخلش چیه؟ صفره دیگه. خب بزرگتر از صفر باشه خودش میاد بیرون میشه ایکس به توان 2، کوچکتر از صفر باشه داخل قدر مطلق منفی میشه، قرینش میاد بیرون ضرب در ایکس میشه منفی ایکس. آقا بزرگتر از صفر x2 به این شکلی، کوچکتر از صفر منفی x2 به این شکلی، درسته؟ حالا چی رو میخواد؟ وارون اینو میخواد، نمودار وارونه. وارون نسبت به چی بود بچه ها؟ y مساوی x دیگه، درسته؟ این y مساوی x. آقا این الان بخواد تا بشه، قبول داری که اینها میان اینجا، اینم که اینجاست، این مثلا میاد اینجا، پس این شکلی میشه. سالو با یه رنگ دیگه نشون بدم. این شکلی. اینا هم دقیقا تاکنی رو هم میافتن دیگه. و اینو ببین، این اینجا بود، حالا میاد اینجا. این شکلی. پس نمودارت این شکلی شده بچه. آه؟ آه. کدوم نمودار این شکلیه؟
گزینه سه دیگه. چهار که نیست، چهار که خودشه. دو هم که قرینه نسبت به محور ایگرک هاست، باید نسبت به محور ایکس ها باشه چون اف وارون خواسته. این هم که کلن باطله. حل سراسری 99. دو دقیقه وقت میدم شما حل کنید. نه ضابطه نداری آخه. مثلا ضابطه این از کجا میخوای به دست بیاری؟ تو ضابطه اینو داری، ضابطه اینا رو که نداری که. دوباره وقتی ضابطه وارون اینو به دست بیاری باید نمودار رسم کنی. یا مثلا عدد بدی، مثلا اینجا چه عددی میخوای بدی؟ مثلا تو گزینه مثلا بگی مثلا 10 اینجاست، تو گزینه 10 مثلا اینجاست. نمیدونی عدد بدی. بعدا هم نمیشه. تو با عدد هم میشه ولی یکم تحلیل باید بکنی و اینا یکم داستان داره. کنکور 99 این جذاب این سوال برای من، برای شما نمیدونم. خب آقا من حل کنم. اف وارون 2 رو میخواد. یعنی چی؟ یعنی به اف چی بدیم جواب 2 بشه. اینو میخواد دیگه. به جای اینکه بگیم به اف وارون 2 میدم چند میشه، میگیم به اف چی بدیم جواب 2 بشه. قبوله؟ خب پس آقا 2 به توان x بله به 1/2 به توان x شده 2 مساوی 2. x رو میخواد دیگه، معادل است. طرف وسط این گونی میشه 2 به توان x بله 1/2 به توان هر عدد یک، این x به توان 2 میاد اینجا، 2 به توان x میاد اینجا، این هم که شده 4. قبوله؟ آقا اینجا باید تغییر متغیر استفاده کنیم، مثلا دیگه اجتناب ناپذیره چون مخرج شما 2 به توان x داره و اینجا هم صورت 2 به توان x داره. به جای 2 به توان x میگیریم یه عددی مثل a، میشه a به علاوه 1/2 شده 4. مخرج مشترک به آ میشه آ 2 به علاوه 1 اینجا شده 4. یه طرفه وسط این کنیم آ 2 به علاوه 1 میشه 4 آ، آ 2 منهای 4 آ به علاوه 1 مساوی 0 شده. آقا قبول داریم من آ رو به دست بیارم ایکس راحت به دست میاد دیگه. خب از راه دلتا بریم دیگه، میشه ب 2 میشه 16 منهای 4 تا آسک 4، دلتای شما میشه 12 آ 1 و آ 2 میشه منفی بی میشه 4، مثبت منفی رادیکال 12، رادیکال 12 میشه رادیکال 4 ضرب در 3 دیگه، بس میشه 2 رادیکال 3. بر روی 2 که 2، حالا تقسیم کنیم 4 رو اون 2 رادیکال 3 رو به 2، یه آ میشه 2 به علاوه رادیکال 3، یه آ میشه 2 منهای رادیکال 3. آقا کدومش قابل قبوله؟ داریم یه عددی مثبت به توان برسه بشه منفی، نداریم. پس این قابل قبول نیست و این قابل قبوله. پس آقا 2 به توان x شده 2 به علاوه رادیکال 3. آقا این هم بر اساس لگاریتم دیگه. قبول داری توان همیشه جواب لگاریتم بوده؟ پس آقا اون رابطه چرخشی لگاریتم آ در مبنای b میشه c، این c میشه x شما. چی به توان x رسیده؟ 2. بس بیه میشه 2 شما، آیم میشه 2 به علاوه رادیکال 3 دیگه. پس جواب میشه گزینه چند؟ 4. ببین توی کنکور 99 طرا دیگه میدونی شما نمیایین وارون حساب کنی، طرا دیگه میدونی شما میایین اینجوری حساب میکنی، درسته؟ اومده چیکار کرده؟ اومده با معادله و نامعادله و لگاریتم رو ترکیب کرده سوالا رو. پس شما اگه یه مبحث ریاضی رو کلا بخوای حذف کنی، مثلا بگی من لگاریتم الان میخوام حذف کنم، لگاریتم نمیخونم، سوالا رو نمیتونی جواب بدی. شما بیشتر مبحث ریاضی رو باید بخونی. دومین رادیکال 3 مثبت، راست میگی. چرا رد شد؟ الان ببینید چرا شد.
دو به توان x شده 3 دهم. دو به توان چی برسه بشه 3 دهم؟ نداریم که. درسته؟ سوالی هست بپرسیم. کیمیا عزیز، دو به توان یه عددی برسه از خودش بزرگتر دو به توان یک دو هست. مثلا دو به توان یک و دو دهم ممکنه مثلا بشه سه. دو به توان یک و یک و یک صد اینا هستن دیگه. و دو به توان هر چه دو به فرجه دو هم بگیری یعنی یک دوم بگیری میشه یک و چهار دهم، به سه دهم نمیرسه. اسم لوگاریتم میشه متوجه نشدی بیا. بچه ها لگاریتم آ در مبنای بی میشه سی. من بخوام لگاریتم رو حذف کنم باید بگم آقا این بی به توان سی میرسه میشه آ دیگه، رابطه چرخشی برقراره. این رو بخوام به لگاریتم تبدیل کنم میگم آقا این عددی که به توان رسیده مبنای لگاریتمه، این آیه عدد جلوی لگاریتمه و سی جواب لگاریتمه. ناکن پس میشه لوگ مبنا چی بوده؟ بی. بی میاد اینجا، عدد جای لگاریتم آ بوده، جوابش هم بوده سی دیگه. درسته؟ پس الان وقتی میگیم که دو به توان ایکس میشه دو به علاوه رادیکال سه، پس این عدد جلوی لگاریتم بوده میشه لوگ دو به علاوه رادیکال سه، این مبنا بوده میشه دو، این هم که ایکس بوده. بچه ها سوال دیگه یه هست؟ خارج کشور 99 حل کنیم. بسیار تست خفن و خوبیه. خارج کشور 99 حل کنیم.
خب چی شده بچه ها؟ داستان چیست؟ فاطمه نظری کدوم سوالو میگی؟ نه مگه ضرب دختر سوال قبلی رو میگی؟ مگه ضربه؟ جمع وسطش وسطش جمع ضرب نیست که خب آقا بیا این سوال خارج 99 میگه اگه fx این باشه jx این باشه برد تابع این کدومه؟ سبک جدیدی بود دیگه. چرا؟ چون بیشتر دامنه میدن، حالا برد نهده بودن. بچه ها اولین چیزی که باید بدونید اینه که آقا ما قراره برد j و f رو به دست بیاریم. یعنی j چی رو؟ جزء سعی x منای x. خب بچه ها الان اینجا لازم نیست شما بگی خدایا تو چی؟ الان من چی قرار بدم؟ جزء ویژگی های لگاریتمه. ببخشید جزء ویژگی های جزء سعیه. جزء سعی x منای x همیشه جوابش بین صفر و یک. همیشه بس x‌هاش بین صفر و یک. درسته؟ چون شما هر چی بدی جواب میشه. اینجوری بگم. جواب این همیشه بین صفر و یک. حل تا اینجا، این جزء قانونا و ویژگی های جزء سعی. خب بچه ها پس من قراره چی به دست بیارم؟ از صفر تا یک بدم به جی و برد به دست بیارم دیگه. بیا اینجا آقا صفر بدیم چند میشه؟ صفر بدیم یک میشه. تو صفر بس یک تو پر. تو یک چنده؟ یک منهای دو میشه منفی یک، میشه منفی یک دوم. بس آقا توی یک منفی یک دومه. بچه ها اگه دقت کنید، اگه دقت کنید تو خود منفی یک هم تعریف نمیشه دیگه. قبول داری؟ منفی یک میشه صفر دیگه. درسته؟ عیسی چرا چیزی نمیگی؟ اینجا من اشتباه نوشتم. بگید دیگه. را کنید x منهای جزء سعی x میشه بین 0 و 1. جزء سعی x منهای x میشه بین منفی 1 و 0. از حواسم برم. حله؟ مثالم بخوای بزنی اینجا چی میشه؟ مثلا میشه دو یک دهم که میشه دو. اینجا هم دو یک دهم منهای دو میشه یک دهم بین صفر و یک. اما برعکسش بخوای بکنی میشه دو یک دهم منهای دو میشه دو منهای دو میشه صفر. یا مثلا هر چی اینجا مثلا دو یک دهم باشه میشه چی؟ میشه دو منهای دو یک دهم میشه منفی یک دهم. قبوله؟ پس بین منفی یک و صفر این از حالا تو نقطه منفی یکم بذاری میشه، یعنی از اینجا داره میاد پایین تا صفرشو میخوایم دیگه. پس بردش میشه از یک تا مثبت بینایه. جواب میشه گزینه چند؟ سه. حل؟ سوالی هست بپرسید. نقاط سر و ته دامن و سر و ته برد هستن نیست. نگاه کن تو اینجا یک بازه ای داری بین منفی یک تا صفر. خب تو این بازه میذاری تو این مقدار به دست بیاری. چون ج و اف دیگه، یعنی ج اف ایکس. یعنی شما جواب این رو باید توی ج بذاری. خب جواب این بین منفی یک تا صفره. شما اول و آخر اینو میذاری چک میکنی. همین.
حل بریم سوال بعدی. سوال ده سراسری 99 میگه تابع F با ضابطه این در دامنه این رو در نظر بگیر. پس بچه یه تابعی داریم F به این صورت در دامنه منفی بی‌نهایت تا صفر. نمودار تابع F وارون نیمساز ناحیه چهارم رو با کدام طول قطع میکنه؟ بچه ها بچه ها دقیقه این رو میخواد. F وارون X مساوی منفی X. شما این رو میخواد. وارون این گفته که ناحیه چهارم رو تو کدوم طول قطع میکنه. پس بچه ها نها کنید. پس اگه قرار این اتفاق بیفته جوابی که این میده باید برابر با منفی خودش باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من به F به F وارون 3 چهارم بدم اینجا باید به من منفی 3 چهارم بده. چرا؟ چون باید با این برابر بشه. درسته؟ بیاییم چک کنیم. عدد راحته رو چک میکنیم دیگه. چرا مثلا بیاییم عدد سخته رو چک کنیم؟ بیاییم عدد راحته رو چک کنیم. آقا بیاییم به F وارون بدیم 1. این گزینه 2 دیگه راحت نیست. بعد بیاییم 4 رو بدیم. اصلا کسری ها رو فعلا نمیدیم. آقا به F وارون 1 بدم به من چند میده؟ باید بگم به F چی بدم به من 1 بده. قبوله؟ اصلا آقا X منهای 2X هم شده 1. قبوله؟ یه مخرج مشترک بگیریم میشه X2 منهای 2 شده X. همه بیاد یه طرف میشه X2 منهای X منهای 2 شده 0. آقا قبول داری که جمع مجموعی ضرایب نها کن 1 این جمع کناری ها میشه وسطی؟ خب اصلا یه جوابت قطعا منفی 1ه. یه جوابت هم قطعا منفی 3 هم که میشه 2. درسته؟ گفتیم آقا اون عدده باید چی رو بده؟ قرینه شو بده دیگه چون منفی x دیگه است. منفی 1 شما اینجا داری دیگه. درسته دیگه. اصلا یعنی منفی 1 اینم منفی 1 شما به جای این x 1 هم قرار بدی اینم میشه منفی 1. پس با طول 1 اینا با هم دیگه چی ان؟ متقاطع هست. آقا چرا 4 نمیشه؟ چون بعد اینجا اگه تو 1 بذاری اینجا منفی 2 قابل قبول نیست چون این منفی 2 نمیاد. حل. پس وقتی میگه F وارون با نیمساز ناحیه چهارم برابره یعنی تو Xی که داری میدی جوابش باید منفی اون X باشه. آقا اصلا بگه با ناحیه اول و سوم Xی که میدی باید با خود X برابر باشه. اوکی؟ سوال بریم بعدی. حل. بریم تست 11. میگه با فرض اینکه خارج کشور 99 بچه‌ها 1400 و بعد داخل نکته و تستا با هم دیگه بررسی میکنه. میگه با فرض اینکه fx باشه x2 منهای 4x به علاوه اینو بشه x های بزرگتر از 2 و jx همان باشه 3 منهای x دوم f وارون اوژه وارون منفی اینو چقدره؟ بچه‌ها ببینید این داخل 99 سوال اومده دیگه. درسته؟ 98 هم ببینید این 98 دیگه. آقا شبیش نیست اینا دو تا دار تا دار اینو خواسته دیگه. الان 99 هم همین دیگه هیچ فرقی نمی‌کنه. بس سوال ریاضی تکرار میشن دیگه. سوال ریاضی تکرار میشن. مثلا فرار کردن نداره خیلی هم اوکی راحت میشه حلش. آقا بیا اینجا F وارون O J وارون منفی نو. آقا قبول داری که اول باید منفی نو بره تو جوارون دیگه؟ این که دیگه اوکی این دیگه همه دیگه حله؟ خب پس به جای این که بگم تو جوارون منفی نو بدم چی میشه چون من جوارون ندارم و نمیخوام جوارون به دست بیارم میگم به جه چی بدم به من منفی نو بده. پس این میشه 3 منهای x دوم. پس این میشه منفی 18 مساوی 3 منهای x. x بیاد این بر 18 بر اون بر x میشه 21. قبوله؟ x میشه 21. الان x من شد 21 پس j وارون میشه 21. اینجا 21. حالا 21 باید بره تو f وارون. 21 باید بره تو f وارون. آقا f وارون اینه دیگه. میگم به f چی بدم به من 21 بده. درسته؟ باز نمیخواد معادله حل کنی یا گزینه ها رو چک کن دیگه. آقا مثلا 3 بدم 3 به توان 2 میشه 9 9 9 18 18 من های مثلا 12 خب این که اصلا 21 نمیشه این غلط. بریم بعد 4 ببین 16 من های 16 اینم که میشه 9 اینم غلط. میشه 25 من های 20 اینم که غلط. آقا 6 به توان 2 36 36 به علاوه 9 میشه 45 45 منهای 24
میشه 21 تموم شد. جواب میشه گزینه 4. اینم خارج کشور 99. به همین راحتی. 99 99 ریاضی سخت بود، ریاضی آسون نبود. فقط 98 میتونی بگی ریاضیش آسون بوده. هیچ ریاضی دیگه اصلا آسون نبود. کنکور 99. سراسری 99. سوال 12. حل کنی. یه دقیقه وقت میدم اینو حل کنی. فقط یه دقیقه. خب بچه ها یادتونه گفتم x منهای جزء سر x میشه بین 0 تا 1. حالا مثلا این اگه 2x بشه تفاوت ایجاد میشه؟ میشه؟ نمیشه دیگه. چرا؟ چون فرم کلیش اینه u منهای جزء سر u میشه بین 0 و 1. عبارت منهای جزء سر عبارت میشه بین 0 و 1. قبوله؟ پس این حالا باشه 1000x منهای جزء سر 1000x هیچ فرقی نمیکنه. خب حالا بیا اینجا آقا، پس وقتی برد اینو میخواد قطعا ژ و اف این باشه. مهمم نیست اون چیه، بین چیه؟ بین 0 و 1. حالا برد اینو میخواد دیگه، درسته؟ خب بچه‌ها باز میتونی نمودار رسم کنید دیگه. آکن بهش صفر بدیم میشه صفر، بهش یک بدیم میشه منفی یک، به علاوه چهار میشه سه. که خودش هم نیست، درسته؟ آه این وسط بینشم یک دوم هم بدیم میشه منفی یک چهارم، به علاوه دو، دو منهای یک چهارم چی میشه؟ دو منهای یک چهارم میشه 1.75. چه میشه اینجا؟ خب این نمودارش این شکلی میشه دیگه تو این قسمت، درسته؟ خب پس میشه از صفر تا چند؟ سه. صفری که هست ولی سه ای که نیست. جواب میشه گزینه دو. یک غلطه، سه غلطه، چهارم غلطه. اوکی؟ این این هم از سراسری 99. یعنی سراسری 99 خیلی رو برد تاکید داشته دیگه، نگاه کن این برد حتی 1400 رو برد تاکید داشته. اگه نگاه کنی اینجا هم میاد دوباره روی برد خارج کشور 99. پس الان تستایی که شما میزنید بیشتر باید روی برد باشه تو این دوره ها، نه روی دامنه، چون دامنه کار راحت تر میکنه. خب خب بچه ها بریم تست 13 رو حل کنیم. این که قضیه چقدره، خوب دقت کنید بچه ها، این رو خوب به حرف من گوش کنید. خب که یه چیز خیلی باحال ازش در میاد. آقا میگه fx از 2x منهایت برای x علاوه 2 j، x هم از x برای j. خوب دقت کنید جواب معادله این میگه کدومه. خب بچه ها j و fx رو بیایم بنویسیم میشه چی؟ یعنی j fx دیگه، ایشون یعنی j fx، یعنی به جای x های تابع j چی بذارم؟ fx بذارم. پس میشه آقا 2x منهای 1 بر روی x به علاوه 2 به علاوه 4 مساوی با f و j. یعنی چی؟ یعنی f j x، یعنی به جای x های تابع f من j x بذارم. این میشه 2x به علاوه 4 منهای 1، اینجا میشه x به علاوه 4 به علاوه 2. آقا چیکار کنم؟ این معادله رو حل کنم؟ بچه‌ها معادله رو حل کنیم. بدو 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 معادله رو حل نکنیم دیگه، باری کرد معادله رو حل نمی‌کنیم. چیکار؟ گزینه‌ها رو چک می‌کنیم دیگه. چه کاری ها؟ آقا مثلا این منفی یک داره، اینم منفی یک داره،
این دو تای دیگه منفی یک نه جای ایکس ها منفی یک بذاریم ببینیم جواب میده یا نمیده دیگه. آقا من میخوام به این منفی یک بدم، این میشه منفی دو، با منفی یک میشه منفی سه، این هم میشه چی؟ یک. چهاره منهای سه میشه یک، مساویه. آقا به این منفی یک بدم میشه سه، دو سه تا شیش تا منهای یک میشه پنج، به این منفی یک بدم دو منهای یک، یک با چهار میشه پنج، میشه پنج پنجم میشه. آقا اف او ژ و ژ و اف تو نقطه منفی یک جوابای یکسان دادن، پس گزینه چهار غلطه، گزینه دو هم غلطه. حل میمونه یک یا گزینه سه دیگه. آقا یا هفت بده یا منفی هفت، کدوم بدیم اگه فرقی میکنه؟ آقا فرق نمیکنه که، درسته؟ خب نگاه کن، بس الان من میخوام بهش هفت بدم، کار راحت هفت دیگه. دو هفته 14 تا منهای یک میشه 13 تا، هفت به علاوه دو میشه 9 تا، میشه 13 نهم به علاوه 4. اینجا هم مساوی چند؟ اینجا هم میشه 7 به علاوه 4 11 تا، 2 تا 11 تا 22 تا، با منهای 1 میشه 21. اینجا هم 7 بدم 7 و 6 میشه 13. آقا قطعا اینو این با هم برابر نیستن دیگه، میبینید اینو این قطعا با هم دیگه برابر نیستن، بس 3 هم غلطه، جواب میشه گزینه 1. اینا خارجی کشور نبوده. بچه ها این دو تا سوال رو، سوال 14 و سوال 15 رو به عنوان تکلیف خودتون خونه حل میکنید. خب این که دامنه است اینو میذاری داخلش حل میکنی. خارج کشور 96 اومده، اینم سنجش 94 اومده، سوالش خیلی خوب بوده. این دو تا رو تو خونه حل میکنید بچه‌ها، برای من میفرستین، پیوی من میفرستین دیگه. اوکی، هم داخل گروه جوین هستین، من داخلش هستم، هم میتونید از طریق اینستاگرام من بگید، هم میتونید من پیام بدید بگیرید، هر کاری میتونید بکنید دیگه. اوکی بچه‌ها، کلاس خوب بود؟ راضی بودین؟ دوست داشتین کلاسو؟ خب اگه دوست داشتی 4 واسه من بفرستین. اگه دوست داشتی 4 واسه من بفرستین. دمتون گرم، دمتون گرم. دمتون گرم. مرسی، مرسی. انشالله جلسه دیگه هم بچه‌ها میریم سراغ مباحث مثل حد، که یه دونه سوال قطعی 0-0 رو میشه تو کنکور میاد، خب؟ و بعد بریم سراغ نکته و تستا، چیز خفن ازش در بیادی، اصلا شک نکنی، یعنی یه افزایش درصدی عجیب غریبی تو نکته و تست پیدا میکنی بچه ها. این اینایی که الان یه گوشه، اصلا شاید 10% کاری که ما خواهیم تو نکته و تست کنیم الان اینجا انجام بدیم، 10%، 90%ش موندیم. میبینم اتون قطعا اونجا میبینم اتون، به اعتقاد خیلی خفه برم. هندسه نمیگم تو دو جلسه، من باید هم هندسه بگم چون نمیشه که تو دو جلسه که، بعدن میگم توی نکته و تستا میگم، ولی تو این اردوی نوروزی نه، نمیشه هندسه نه. قربون شما، یا علی، یا علی، خیلی مخلصی.